شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار فراخوان راهپیمایی در 22 خرداد از مردم خواسته است تا در این روز از میدان ولیعصر تا میدان ونک در سکوت راهپیمایی کنند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی راهپیمایی 22 خرداد را نقطه آغاز اعتراضاتی جدید دانسته که بعد از سالگرد انتخابات نیز ادامه خواهند داشت. برای بررسی بیشتر این موضوع با اردشیر امیر ارجمند مصاحبه انجام داده ایم که میشنوید. آقای امیر ارجمند، برآورد شما از میزان آمادگی جامعه برای شروع مجدد حرکت‌های اعتراضی چیه؟ فکر می‌کنید تا چه حد این تمایل در مردم وجود داره که حرکت‌های اعتراضی عمومی رو از سر بگیرن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من می‌رسه که مردم تمایل جدی برای نشون دادن اعتراضات خودشون دارن، ولی اینکه تا چه حد موفق بشن به خاطرشون برسه مربوط به تحقق بعضی از شرایط هست، شرایطی که همش در اختیار اونها نیست. طرف مقابل وجود داره که تمام امکانات رو به کار میگیره، سرمایه بزرگ مالی و امکانات اقتصادی و همچنین نظامی و امنیتی در اختیار داره رو به کار میبره تا مانع بشه مردم بتونن حاضر بشن در صحنه و حق خودشون دفاع بکنن، و مقابله کردن با این شرایط ساده نیست. از مردم ما بسیار راسخ هست و امیدوارم که بتونم موفق باشن. به عقیده شما مشخصا چه پیش شرط هایی لازمه تامین بشه که میزان شرکت مردم در حرکت اعتراضی 22 خرداد به حد اکثر برسه؟ ببینید، نکته اول نیستش که انتظار میده که دولت قبول بکنه مردم به صورت مسالمت آمیز مطالبات خودشون رو ارائه بکنن. پس بنابراین شرط اول گردن گذاشتن دولت و اقتدارگرایان به حقوق ملت. اما به نظر نمیسه که آنها خیلی تمایلی برای این کار داشته باشن، علاوه بر اینی که مکرر از حقوق مردم مصر و تونس دفاع کردن برای شرکت در تظاهرات، حقوق ملت ایران حاضر نیستن گردن بذارندش و این نشون دهنده این هستش که در ادعای خودشون صداقتی ندارن. اما در طرف مقابل مردم هم بعد از امکانات خودشون استفاده بکنن، بیشتر میزان اجماع سازی رو صورت بدن، انتقال اخبار و اطلاعات مربوط به مسئله به خوبی صورت بگیره، بتونن سازماندهی حداقلی بکنن و بتوانند که با اعتمادسازی که در مجموعه شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهد راه رو باز بکنند و اعتراضات خودشون رو نشون بدن و به صورت گسترده حاضر بشن. متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.